و سبب دوم ارتداد کس ضعیفی ایمان است، که بسیاری کسا ضعیفی ایمان به دو طریق میشه، که یا احیانا ایمان یک کس ضعیف میباشه وقتی که سرش فتنه ها می امتحانات می امتحانات به اشکال مختلف می سر یک انسان. گاهی مثلا سر شما یک امتحان می که یا در سختی ها امتحان می یا در امتیازات امتحان می. دو قسم از امتحان. در سختی ها چطور است؟ مثلا فشار می از طرف حکومت های طاغوتی، فشار می از طرف دشمن های اسلام یا زنا، که این مسلمان احیانا در یک عذاب یا در یک سختی برابر میشه، باز تحمل از او را کرده نمیتونه. مجردی که سرش یک امتحان آمد، بازی چی میشه؟ ای مرتد میشه و از دین میگرده. یکی است. و احیانا سبب ضعف ایمانی هم است که بعض اوقات در بسیاری مردم امتیازات داده میشه. مثلا برای کسی یک امتیاز داده میشه، امتیاز مادی، مثلا پیسه برش داده میشه یا چوکی برش داده میشه، قدرت، و یا مثلا برش مسائلش شهواتی گپا میباشه. باز بسیاری مردم های ضعیف الایمان در مقابل اینمی امتحانات مقاومت کردن نمیتن. وقتی که مقاومت کردن نتانست، از خب طبعا دشمن که پیسه تا را میتن، مثلا او وقتی که سر تو 50,000 دلار مصرف میکنه، این قاعده رو بسیاری کسا نمیفهمه که ایمان ما تو چه قرضش داره. اینمی آله که مثلا کمر شرق و غرب که شکستانده و مسلمان ها در مقابل از من مقاومت میکنه، ایمانش است. پس ایمان ما تو در مقابل یک کافر میلیاردها میلیارد دلار قیمت داره. او همی میلیارد ها میلیارد دلار بر چی مصرف میکنه؟ سرمایه ایمان تو را میخره. فهمیده؟ حتی در قرآن هم میگه بسیاری کسا میگه گمراهی را خریدن در مقابل چی؟ هدایت. هدایت خود فروخت. یعنی الان دشمن اسلام وقتی که می برای یک مسلمان 50,000 دلار یا 1,000,000 دلار یا 10,000,000 دلار یا مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد سرمایه میگذاره که ما چی کنیم، میفهمه که قوی ترین سرمایه پیش مسلمان ایمانش است. یعنی ایمان است که تو را در مقابل کافر قرار میده، ایمان تو هست که تو را مثلا غیرت میده، عزت میده، کرامت میده. کل مجموعی از یه تعلق به چی میگیرن؟ به ایمان میگیرن. اونا زیادتر کل فشارشان چی هست؟ سر زمین مسئله است که چه قسم ایمان شما را از بین ببرن. پس بسیاری کسایی که ضعیف الایمان است، وقتی که برش یک چند امتیاز داده شد، عاجل از امون دین خود، از عقیده خود، از همه چیز، یا چی میشن؟ میگذرن.